محبتی عظیم. خداوندا، تو مرا آزموده‌ای و می‌شناسی، از نشستن و برخاستن من آگاهی و تمام افکار و اندیشه های مرا از دور می‌دانی و از رفتار، کردار، کار و استراحت من آگاهی و تمام روش های مرا می‌دانی. حتی پیش از آن که حرفی بر زبان آورم، تو ای خداوند منظور مرا می‌دانی. حضور تو مرا از هر طرف احاطه نموده و با قدرت خود مرا محافظت می‌کنی. شناخت تو از من خیلی عمیق است، فراتر از فهم من می‌باشد. از نزد تو کجا بگریزم و از حضور تو کجا پنهان شوم؟ اگر به آسمان بروم، تو در آنجا هستی. اگر به دنیای مردگان بروم، تو در آنجا هستی. اگر بر بالهای سحر بنشینم و از مشرق به دورترین نقطه در مغرب بروم، تو برای رهبری من در آنجا خواهی. برای کمک به من تو در آنجا خواهی. اگر از تاریکی خواهش کنم که مرا بپوشاند و یا روشنایی اطراف من به تاریکی تبدیل گردد، حتی تاریکی هم برای تو تاریک نخواهد و شب برای تو مانند روز روشن است، زیرا تاریکی و روشنایی برای تو یکی است. تو تمام اجزای بدنم را ساختی و در رحم مادرم همه آنها را به هم پیوند دادی. من تو را می ستایم، زیرا مرا به گونه ای عجیب ساخته ای. تمام کارهای تو بسیار شگفت انگیز است. من این را با تمام وجود می دانم. وقتی استخوان‌هایم ساخته می‌شدند و در رحم مادر شکل می‌گرفتم و در نهان رشد می‌کردم، تو از وجود من آگاه بودی. پیش از آن که به وجود بیایم و زندگی را آغاز کنم، روزهای عمرم را در دفتر خود ثبت می‌کنم. همانقدر که پدر با فرزندان خود مهربان است، همانطور نیز خداوند با کسانی که او را گرامی می‌دارند مهربان است، زیرا می داند که ما چگونه سرشته شده ایم و به یاد می آورد که ما از خاک هستیم. عمر آدمی همچون علف صحراست، مانند گل وحشی می شکفد. وقتی باد بر آن می وزد، از بین می رود و اثری از آن بر جای نمی ماند. اما برای آنانی که خداوند را گرامی می دارند و پیمان خود را با او حفظ می کنند و اوامر او را به جا می آورند، محبت او همیشه پایدار است و لطف او بر تمام نسل‌های ایشان می‌ماند. ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است. از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافته و گناهان ما بخشیده شده است. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. اکنون که خداوند نزدیک است، به نزد او بازگردید و به درگاه او دعا کنید، زیرا هر کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. خداوند مهربان و رحیم است، دیر غضب می‌کند و پر از محبت پایدار است. زیرا به اندازه‌ای که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر محبت پایدار خداوند بر آنانی که او را گرامی دارند عظیم است. به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان قدر گناهان ما را از ما دور می‌سازد. ای جان من، خداوند را ستایش کن. ای تمام وجود من، نام مقدس او را سپاس بخوان. ای جان من، خداوند را ستایش کن. احسان‌های او را فراموش نکن. او تمام گناهان را می‌بخشد و همه مرض‌هایم را شفا می‌دهد. مرا از دست مرگ می‌رهاند و با مهر و محبت پایدار خود مرا برکت می‌دهد تا مانند عقاب جوان و قوی بمانم. ای کسانی که امیدتان به خدا، شجاع و قوی باشید.
به جای غم شادی و خوشی و به جای غصه سرود تمجید بدهم. آنها مانند درختانی هستند که خداوند خودش کاشته است. آنها هر آنچه را راست و درست است به جا می آورند و خداوند به خاطر آنچه کرده است ستایش می شود. ای خداوند، خداوند ما، چه پرشکوه است نام تو در سراسر جهان. ای خداوند، عظمت، قدرت، جلال، پیروزی و شکوه از آن توست و هر آنچه در زمین و آسمان است از آن توست. پادشاهی از آن توست و تو بر فراز همه آنها سر برافراشتی. ای همه مخلوقات خداوند، او را در سراسر قلمروی او به ستایی. همه با هم نام خداوند را ستایش کنی، زیرا فقط نام او متعال و شکوه و جلال او بالاتر از زمین آسمان است. هر که جان در بدن دارد خداوند را ستایش کنی. خداوند بزرگ و سزاوار پرستش است، زیرا او خدای مهربان است و محبت پایدار و وفاداری او تا ابد است. بیایید در پیشگاه او سر تعظیم فرود آوریم و او را بپرستیم. بیایید در حضور او زانو بزنیم، زیرا که او ما را آفریده است.